امروز در خدمت شما عزیزان و همراهان هستم با یک دعوت بسیار بسیار خوب و آسان و همچنین بسیار کاربردی برای عزیزانی که در این راه کسب علم میکنند یا مشتاق هستند برای اجازه غیب و همچنین اذن ماوراء الطبیعه، همچنین کسانی که میخوان عهد ببندن و مراحل بالاتر، باز شدن چشم سوم، چاکرای بدنشون و همچنین عزیزان، این دعوت بسیار بسیار عظیم برای روحانیت شما بسیار بسیار قدرتمند عمل میکنه. پس اگر شما هم میخواید از این دعوت بهرمند بشید، با من تا انتهای برنامه همراه باشید. بریم تا ادامه بنده این دعوت رو به شما آموزش بدم. با درود و عرض احترام و با نام و یاد حضرت یزدان دادار پایدار، خداوند حی و قیوم، هر کجا که هستید امیدوارم که پارسی زبانان در کشورهای ایران، افغانستان، تاجیکستان و همچنین هموطنان و همزبانانی در بقیه جاهای دنیا کانون خانواده شما گرم و گرمتر باشه و همچنین کجی و سستی و مریضی روحی و جسمانی از شما دور باشه و در کانون گرم خانوادتون، جیبهاتون و زندگیتون پر از نعمات زمینی و آسمانی الهی باشه. و همواره توصیه کردم عزیزان که اگر میخواید در راه علوم غریب خداوند دریچه های عظمتش رو از هر دین و ادیان و هر کسی هستید برای شما باز بکنه، قدر بزرگترهاتون رو بدونید، قدر موسپیدان رو بدونید. موسپیدان یکی از گوهرهایی هستند که خداوند انشالله همه عزیزانی که عزیزان بزرگوار پدر و مادر و بزرگتر رو دارن، نعمتش رو خداوند برای شما عزیزتر و عزیزتر بداره و سرزنده‌تر انشالله باشن. بسیار خوب عزیزان، قبل از اینکه دعوت عظیم رو شروع بکنیم برای عزیزانی که حالا دنبال اجازه غیبی هستن، اذن ماوراء الطبیعه هستن، یا میخوان عهدی ببندن، یا میخوان انجام اموری داشته باشن برای روحانیت، برای بزرگتر شدن، برای عظمت در بین خلق، این دعوت بسیار بزرگه. اما قبل از اون دوستان، بنده چندی پیش قولی داده بودم که اصطلاحاً برای بعضی از طلاسم، بعضی از عزیزانی که حالا سفارش داده بودن یا میخواستن سفارش بدن، به تعداد محدود، مقداری تعدادی انگشتر، اصطلاحا در نگین های مختلف سفارش بدم که عزیزان حالا اون رو بعد میتونن به اسم خودشون بگیرن و انشالله در زندگیشون ازش بهره مند بشن. به دلایل خاصی انگشتر و رکاب انگشتر فعلا حاصل نیومد. نگین هایی از قبیل سنگ عقیق یمانی یا عقیق یمنی اصل در عقیق های قرمز و همچنین فیروزه که عزیزان حتما اینجا میبینن، تعدادی در اندازه های مختلف انگشتری برای عزیزان آماده شده که سفارشات بنده به دستم رسیده. حالا در کانال انشالله بنده اعلام میکنم و عزیزانی که میخوان میتونن سریع پیام بدن تا تعداد انشالله پر نشده، تعدادش از دسترس مخارص نشده، عزیزانی که میخوان این رو سفارش بدن و انشالله نامهاشون هم بگذارن که تلاسمی که پر میشه با نام این عزیزان باشه. بسیار خوب عزیزان، برای این دعوت شما ابتداعاً باید بدونید این دعوت از سوره انبیاء آیه 25 است. این دعوت دوستان، سوره انبیاء رو که میدونید یکی از قدرتمندترین سوره ها و اعجاب انگیزترین سوره های قرآن هست. سوره های قرآن همش دارای رمزها و رازهای بسیاری است، اما سوره انبیاء در خودش خیلی از رازها رو نهفته داره که عرض کردم، به خاطر اینکه مربوط هم هست به انبیا و اولیای الهی. خب برای این دعوت همونجور که گفتم از سوره انبیاء 25، شما باید در اول ماه قمری شروع بکنید، هفته اول یا یک شنبه باشه یا پنج شنبه باشه دوستان، یا پنج شنبه باشه یا یک شنبه،
فقط هفته اول ماه قمری باید این کار رو شروع بکنید. دوستان باید در نظر داشته باشید که قمر در عقرب نباشد. نه تاله قمر در عقرب باشید، نه قمر در عقرب کلی باشه. باید حواستون باشه که قمر در عقرب به هیچ وجه من الوجود، چه خودش چه تحت و شعاش، بر روی شما تاثیرگذار نباشه. عزیزانی که بسته اصطلاحاً مقدماتی علوم غریبه را از ما تهیه کردن، مقداری در مورد نجوم در اونجا توضیح داده شده که عزیزان حالا میدونن که قمر در عقرب به چه صورت هست و به صورت کلی یا محاسبه‌ای در خود کانال هم موجود هست. خب بسیار خب، من این رو به دوستان بگم، روز یک شنبه یا پنج شنبه که شما انشالله شب میخواید عمل رو بکنید، صبح عمل غسل میکنید، نیت میکنید و دو رکعت نماز باید اهدا کنید. خب دو رکعت نمازتون دوستان به چه صورت هست؟ به این صورت که من بهتون توضیح میدم، شما اول صبح عمل که پاشدید غسل میکنید، نیت میکنید، زمانی که زیر دوش بودید دوستان 14 صلوات مخصوص که همیشه دوستان عزیز قدیمی با ما همراه ما میدونن صلوات مخصوص چیست، اما عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن این رو بدونن و در روز تصویر هم بنده خواهم گذاشت، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء والمرسلین علیهم اجمعین. این اصطلاحا صلوات مخصوص است، اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی انبیاء والمرسلین علیهم اجمعین. 14 صلوات مخصوص باید اصطلاحا شما بفرستید و نیت غسل رو بکنید و غسل رو انجام بدید. غسل هم میدونید دیگه، مانند غسل های دیگه هست که شما انجام میدید، سر، دست راست، دست چپ، این میشه غسل. بعد دو رکعت نمازتون دوستان به این صورت هست، رکعت اول قبل است بعد از ببخشید رکعت اول بعد از سوره حمد شما باید 7 مرتبه آیت الکرسی بخوانید و در مرتبه دوم، یعنی در اصطلاحا رکعت دوم یا در مرتبه دوم، رکعت دوم بعد از حمد شما میبایست 7 مرتبه سوره و شمس بخوانید. این نماز هست. نماز رو چی کار میکنید؟ نماز رو همون جور که بارها گفتم باید اهدا بکنید به کی دوستان؟ به انبیا و رسول الهی و ملائکت الله و ملائکه قرآن کریم و همچنین 14 معصوم و ملائکه بزرگ سوره انبیا که شما در رده همون ملائکت الله هستند، منتها شخصی تر میکنید. این رو یادتون نره، این رو به همه این عزیزان باید تقدیم بکنید و در دلتون میگذرونید که انشالله خداوندا به عظمت انبیا و رسولت و ملائکت اللهت من رو در این عمل موفق انشالله بدار. بسیار خوب دوستان، میریم سراغ عمل که عمل رو من برای شما توضیح بدم. لباس عمل دوستان سپید است. تعداد این آیه دوستان 825 مرتبه باید بخوانید. تعداد آیه رو 825 مرتبه باید بخوانید برای این عمل. بعد دوستان در این عمل نیاز به خط مندل دارید. در این عمل نیاز به خط مندل دارید و تحسین و همچنین اسراف باید داشته باشید دوستان. تحسین و اسراف رو باید داشته باشید، یاد شما نره. پس لباس عملتون سفیده، 825 مرتبه، اسراف و تحسین رو باید داشته باشید. در یک اتاق تنها دوستان عزیز از نیمه، نگاه بکنید، از دقیقاً اذان نماز عشا به بعد، یعنی دقیقا از ساعت 10 شب به بعد میتونید شروع بکنید تا قبل از اذان صبح،
عزیزان این یادتون نره. یه چیز دیگه، من همیشه تاکید کردم که اصلا مرحله ابتدایی این هست دوستان، هر ساعتی شب‌ها و شب اول شروع کردید، هر شب باید در همان ساعت ختم یا دعوت را شروع کنید. هر شبی که شب اولتون هر ساعتی که شما شروع کردید، هر شب از اون شب اول به بعد باید در همون ساعت، مثلا ساعت 10 بوده ساعت 10، ساعت 9 و نیم بوده ساعت 9 و نیم، ساعت 12 بوده ساعت 12. یادتون نره دوستان، عملی که بمونه برای اذان صبح به بعد، عملتون دوستان فاتحه‌اش خونده است. الان دارم بهتون میگم شما باید قبل از اذان صبح عمل را تمام کنید. یادتون نره، به محض اینکه شما عملتون تمام میشه باید قبل از اذان صبحتون باشه. خب دوستان، برای بخورتون چه هست؟ کندر یا لبان اونسا بهش میگن، و همچنین سپند یا اسپند میتونید ازش استفاده بکنید. خیلی از عزیزان میگن ما سندروس پیدا نمی کنیم و این مسائل رو پیدا نمی کنیم. دوستان در خود اینترنت، در اینترنت بگردید، اینترنت سرچ کنید کلمه سندروس رو سرچ بکنید، در ایران فروشندگانش هستن. چند عطاری بنده دیدم، البته بنده خودم از جای دیگه ای میخرم که از خارج از کشور وارد میکنم، منتها شما میتونید از اونجا استفاده بکنید و انشالله بخرید. حالا اگر تعداد دوستانی که اصطلاحاً بخور احتیاج داشته باشن زیادتر باشه، بنده خودم تهیه میکنم و برای دوستان عزیز هم انشالله بخورات خاص رو تهیه خواهم کرد و برای عزیزان ارسال خواهم کرد. دوستان روز دعوت، این دعوتی که بنده به شما گفتم 40 روز است. خانم های عزیز باید از عادت ماهیانه جلوگیری نمایند. یادتون باشه دوستان، بارها بهتون توضیح دادم، خانومی از من پرسید، خیلی تعداد از خانم ها میپرسند که من در وسط دعوتم بالاخره اون نظم طبیعی بدنم شروع کرده به اصطلاحا استارت، چی کار بکنم؟ آیا من بعد این میتونم دوباره ادامه بدم؟ خیر دوستان، نباید در وسط چلتون یا وسط دعوتتون قطع بکنید، به هیچ وجه نباید این کار رو بکنید، دعوتتون از بین میره، زحمتاتون تمام هدر میشه. پس باید از همون اول فکری بکنید که دیگه اشکال براتون پیش نیاد، گرچه که نظم طبیعی بدن هست. دوستان برای این عمل بهتر است چیکار بکنید؟ ترک جمالی یا حیوانی نمایید. برای این عمل بهتر است ترک جمالی یا ترک حیوانی بکنید که گیرایی بدنتون بالا بره و عزیزان و دوستان انشالله به نتیجه کافی برسید. دوستان در این عمل ممکن است چه در خواب چه در بیداری شما حضرات بزرگوار رو مشاهده نمایید. بعضی از عزیزان هم نشانه های دیگری ممکنه در کف دستشون ظاهر بشه. از روز چندم به بعد اگر روحانیت شما بالا باشه، از روز 15 به بعد برای بعضی از عزیزان هم خدمت شما دوستان عرض بکنم که از روز 20 الی 25 به بعد، منتها این عمل درش شک نکنید که بسیار بسیار نافذ و بسیار بسیار قدرتمند و مجرب هست. دوستان یک مسئله رو بارها بهتون توضیح دادم، باز هم میگم، شما اینجا نشستید، این خط مندلتون هست که بارها بهتون گفتم خط مندل هم چطوری بکشید. در برنامه‌های گذشته، در هر کلیپی از گذشته کانال نگاه بکنید، در پلیلیست ها دوستان، در پلیلیست ها برید، در اصطلاحا کانال نگاه بکنید. دوستان اگر تا الان کلیپ رو لایک نکردید حتما لایک بکنید، کانال هایی که داریم کانال ها رو سابسکرایب بکنید. عزیزان کوچکترین کاری که شما میتونید در قبال کانال بکنید همین لایک کردن کلیپ ها و سابسکرایب کردن و به دیگران شیر کردن کلیپ هاست و همچنین کانال رو به دیگران معرفی بکنید. در پلی لیست ها برید،
در پلیلیست ها چی دارید شما اونجا؟ میتونید کشیدن خط مندل و اصطلاحا تحسین رو در اونجا آموزش ببینید. برید کلیپ های گذشته رو بگیرید و گوش بدید عزیزان. فقط صرف یک کلیپ نباشه، در کانال 100 خورده کلیپ هست که حداقل 80 تاش فقط در همین موارد مرتبا داخلش توضیح داده میشه. پس خط مندل رو میکشید 7 با 7 مرتبه آیت الکرسی خط رو اصطلاحا تکمیل میکنید. و یاد شما نره دوستان عزیز، 14 صلوات مخصوص انتهایی یا ترخیص عمل، اصطلاحا عمل که میخواد مرخص بشید در هر شب، 14 صلوات انتهایی و همچنین 21 مرتبه آیت الکرسی، عزیزان این رو یادتون نره. قبل از این که از مندل پاتون رو بیرون بگذارید باید بخونید، بر خودتون دم بکنید و با پای راست از مندل خارج شوید. عزیزان بارها توضیح دادم و باز هم میگم، هر شب باید مندل را تازه کنید، یعنی تازه بکشید. پس یادتون نره. و مسئله خیلی مهمتری که میخواستم بهتون عرض بکنم اون هم این هست که دوستان اینجا نشستید داخل و میان تشریف میارن، حالا چه یکی چه دوتا چه سه تا چه بزرگواران 7 تا فرق نمیکنه، میان اینجا وامیستن و یا دور شما نور دارید میبینید، عملتون رو قطع نکنید تا دونه آخرش باید بخونید و صحبت نمی کنید تا بعد از تمام شدن کامل عملتون. عزیزان به شما درود میفرستن، سلام میگن، شما باید احترام بکنید، دست به سینه بگذارید و جوابشون رو بدید تا اونها بزرگواران خودشون به شما بعد از اتمام عمل، اگر نشسته باشند خب خدا عزیزان هستن، اگر ندیدید پا شدن رفتند، بدونید که موجودات مضر هستند و میخوان به شما صدمه بزنن. در وسط عمل اگر کسی اومد به شما سلام داد یا حرفی پروند، مبادا جوابش رو بدید، یادتون باشه این کار رو نکنید که صدمه رو خواهید خورد. عزیزان و دوستان کانال ها رو حمایت بکنید، کانال های ما رو، کلیپ ها رو لایک بکنید، کلیپ ها رو با لایک کردن شما دوستان عزیز و با حمایت کردن شما کانال بلند تر میشه، بزرگتر میشه و به یوتیوب این رو میفهمانید که یوتیوب این کانال ارزش بزرگ شدن داره و یوتیوب اون رو به دیگر عزیزان با لایک کردن شما، سابسکرایب کردن شما، کامنت و نظرات شما به دیگران همون رو معرفی میکنه و پیشنهاد میده. از اینکه کانال ها رو حمایت میکنید و با ما همراه هستید سپاسگزارم. عزیزان برای سفارش سنگ انگشتر و تلس به آیدی زیر در تلگرام پیام دهید. آیدی هم این هست @dr_ma_ به جای یه دونه آ دوتا آ میگذارید، ادمین پاسخ شما رو خواهد داد انشالله و شما رو راهنمایی خواهد کرد. در پناه دادار پایدار باشید و تا برنامه بعد شما رو به دادار پایدار میسپارم. خداوند عاشق یار و نگهدارتان.